چرا نوقت کردی؟ تو رو نگفته بودم ساعت 8 باید اینجا باشی؟ خانم فقط 5 دقیقه نوقت شده. یک دقیقه هم نباید نوقت شوه. پدرم تو رو چیز نمیگه بیخی بدل خود شدی. خانم از اینکه بر شما کار میکنم به این مطلب نیست که هر چیز دادانتون بیای بگی بریم. هر چی که من میگم باید تو همه تو بکنی، فهمیدی؟ اگه پدرم بگویم ده یک دقیقه از وظیفه میکشید. ببین خانم از مجبوریم سوء استفاده نکنین و حق توهین هم ندارین. پدرت مرا بر رانندگی تو استخدام نکرده. پس به چی استخدامت کردن؟ باش پدرم از دبی برگرده باز مکه تو میفهمم. حالا زود حرکت کن. مچم چه قسم آدم ها رو پدرم استخدام میکنن؟ راستی نامت چی است؟ یابانش مهم نیستم. بخیز موتر رو بکش میخوام خرید کنم. پیش از داخل شدن همیشه باید درازه رو تک تک کنید. این دفتر پدرم است. هر قسم داخل شدن به تو ربط ندارن. حالا بخیز زود موتر رو روشن کن. ببین خانم یک بار گفتمید که ما به کارهای اداری دفتر استخدام شده. نه به خدمت تو. خب تو کار اداری رو میفهمی فقط خود نشان میتی. فقط یک راننده هستی. کاری داری مربوط تو نمیشه. من باید کارهای دفتر رو خلاص کنم و بعد میرم با ایدن رفیقم. باید برو. تو رفیق هم داری؟ رفیق تو مدام مثل خودت غریب بیچاره است. سلام جانم. سلام عزیزم. من تازه تیاره تا شدم طرف خانه میرم. بیا که ببینیم. خوش شد بخیر رسیدی. این حالا میایم. تاله داشتی نامزاتم زنگ زد. میفهم این نامزاتم قدر پیسدار است که حتی پدرم زیر دستش کار میکنن. تا همینجا باش دفتر را پاکاری کن. با دیدن رفیق تام نمیری. سفر چطور بود؟ خوب بود. پدرت از دبی نامده؟ نه خیر، فردا شاید بیایم. رانندیش خوب بیخی اعصاب ما خراب کردن. چطور؟ هیچ بانش مهم نیست. راستی چی پلان داری؟ میخوایم یک برند شرکت ما در این منطقه بسازم. امو رفیقم که دربارش برات گفته بودم میخوایم شریک کاروبارم بسازمش. فقط امو میتونه که ما دیگام ترقی کنم. بسیار خوب، موفق باشیم. سلام امید، رسیدی بخیر؟ آه وقت رسیدیم. آل دیگه قم مصروف شدی بیخی رفیقت فراموش کردی. نه چطور میتونم رفیقت فعالیت خود فراموش کنم؟ امیال از کار رخصت شدم میام طرف تو. ایزا روز آخرت باشه دو کار. من نمیخوایم زیر دست دیگه کس کار کنیم. فعلا مجبوری است و ای به همیشه نیستی که میفهمی. تو بیا ما میخوایم امروی درباره شراکت گپ بزنم. میخوایم شریک کاربارم شوی یک جای پیش ببریم. مطمئن هستی؟ 100%. آل دیگه بیا منتظرت هستم. درست است، من میبینم. کی بود؟ امیر رفیقم که پیشتر دربارش برات گفتم. نامش اعزاز. تازه که به این کار شروع کرده بودم زیاد کمکم کرد تا به این مقام برسم. اعزاز هم یک وقت شرکت کلان داشت مثل ما. کدش خیانت شد شرکت شم نابود شد. میفهمی؟ حالا همه چیز از دستش رفته و به دیگه کس کار میکنه. زندگی هم عجیب است. سلام سلام جو بخیر اومدی سفر بسیار خسته کننده بیا داخل. تو اینجا چی میکنی؟ یه امروز پدرم است که اعصابم خراب کرده بود. زود برای از اینجا. پریسا چی میگی تو؟ این اعزاست. امروز رفیقم بیشتر دربارش برات گفتم. امروز که در این مقام رسیدیم فقط به خاطر این است. تشویش نکن، دیگه با پدرتم کار نمیکنه. از این به بعد شریک کاروبارم هم میشه. امید نمیخوام دربانتون کدوم مشکل ایجاد شه. فقط یک گپ مرا باید داشته باش. آدم هیچ وقت به یک حالت نمیباشه. زندگی بخشی و بلندی داره. از هیچ کس سوء استفاده نکن و هیچ کس از خود کوچکتر فکر نکن. چون
همان شخصی که امروز تو میبینی فردا شاید یک مقام دیگه باشد.